همون مایت نیست. خب شما یعنی طرفدار عزیز هستید که طرفدار عزیز هستید که فرار کرده؟ من طرفدار هیچ کس نیستم، فقط من از ملت خود پشتیبانی میکنم. این مربوط اینم کشور افغانستان میشه و هیچ ضرور نیست که شما این را فامیل فاسد بگوین. برادرم جمع کن. چی کارا میکنی؟ برادر چی میکنی تو؟ برو اگر برنامه دیگه ثبت کنی. برنامه دیگه؟ برنامه دیگه ثبت کنی. برای شما مشکلات جامعه رو حل کنید. شما رو کی دای کوچه اول راه داده که آمدین برنامه ثبت کنید؟ صحیح بزن برادر چی میکنی؟ برادر چی کار بس؟ برستو. برو 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 یک معذرت خواهی از مایکم بدهکار هستم، شما هم ببخشین. دیگه واقعا یه هویت ماست، این ما رو به کل جهان معرفی میکنه. البته که این آدم قبول میکنه، او در مقابل از هیچ ارزشی نداره. من میفهمیدم از اول امیر انتخاب میکردم. واسه خلاصتم از ولایت تخار، یک تن از عضو طالبان. عزیز خدا کنه جور ساعت من باشین و لباس آفیه در تن داشته باشین، همیشه خوش و خوشحال در کنون گرم خانواده به خوبی و خوشی زندگی کنین و یک سلام گرم به نیلوفر جان و مهمان ما. سلام نوریا جان عزیز، سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امید که هر جایی که هستین همیشه خوب و جور ساعت من باشین و دور از گزند و روزگار باشین و یک سلام خاص به مهمان عزیز ما. سلام هارون جان، خوب هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وطنم هوایت دوباره صاف خواهد شد و پرنده بر آسمانت خواهد رقصید. وطنم، تو را بیشتر از جانم دوست می دارم و یقین دارم به روزهایی که در کویر تو آرام آرام باران خواهد بارید. درود سلام خدمت شما دو گرانانه موفق چینل تو افغان ویژن، همچنان به اشخاصی که فعلا ما را از طریق چینل تان تماشا میکنن. امید است که هر جای هستن خوب و خوش و سرحال باشن. بسیار زیاد تشکر. دوستان عزیز، شاید در ذهن شما سوال خلق شده باشه از اینکه چطور دوباره ما هارون جان در کنار خود داریم. خب روند برنامه ما قسمی است که زمانی که ما یک برنامه ثبت میکنیم باید روز بعدش یک برنامه کمدخانی بگیریم. خب زمانی که ما برنامه هارون جان ثبت کردیم و با ما یک جا بودن در برنامه قبل، خب نتونستیم روز بعد که برنامه کمدخانی بگیریم چون خود هارون جان نبودن و ای که کجا بودن و کجا سفر داشتن از زبان خودشان میشنوی. بسیار زیاد تشکر دوست عزیز. من رفته بودم یک سفر ولایتی داشتم با بغلان، در ولایت بغلان اونجا من مستندسازی میکردم و ما قبلا یادآور شده بودم که رشته زراعت خواندیم. درست از ما رشته زراعت خلاص کردیم خواندیم، اما بر علاوه رشته زراعت ما به طور تخصصی 5 سال در پانتون کابل رشته سینما را خواندیم، درس خواندیم، مورد مطالعه قرار دادیم و به همین خاطر به خاطر بعضی از کارها که در دور حکومت جمهوری که ناتکمیل مانده بود و حکومت جدید امارت که آمد، من نتونستم که به کاری مدام بتم. به همین اساس وقتی که برام شرایط کمی مهیا شد، خوشبختانه تونستم همین مستندی که میخواستم بسازم از ولایت ها امرو را ساختم، تهیهش کردم و فعلا هم دوباره به اینجا آمدیم برگشتیم. خب دوست عزیز، ما صحبت‌های خود در لابلای برنامه هم داریم و اول میریم اگر شما هارون جان حاضر باشیم بریم اول به طرف کامنت ها و دوباره صحبت‌های خود ادامه میدیم. خب نوریا جان کامنت اولی را. خب نیلوفر جان، کامنت اول از آقای حسین ولیزاده است، گفته که نه اسم کشورم ملی است، نه پرچم، نه پول، هیچ ملی نیست. من قوپرست نیستم، 100 سال هیچ پشتونی خدمت به این کشور نکرده است. خب هارون جان، نظر شما در مورد کامنت چیز به برادر ما شما چی میگه؟ اسمشون حسین جان عزیز. خب تشکر از اینکه کامنت دادن برای برنامه شما. من گفتنی خاصی ندارم، اما باید یک جوابی در مقابلش داشته باشیم. در برابرش واقعا کار نیک کردن که کامنت دادن. دوست عزیز ببین، الله متعال میفرماید بهترین شما در نزد ما با تقواترین شما هسته. ما هیچ نباید مثلا مسئله قومی را، سمتی زبانی را دامن بزنیم.
اصلا فرض میکنیم که پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره هیچ وجود نداره و ما و شما همگی ما افغان هستیم. ما بیایم با از دید و چشم ای که ما مثلا افغان هستیم بیایم با وطن خود خدمت کنیم، مثلا به این اساس نه که مثلا یک قوم، یک سمت، یک سمت مشخص نامده که مثلا به مدت چند سال به کشور ما خدمت نکرده. نخیر، وطن که هسته حیثیت مادره برای ما داره و هر شهروند افغان برش دیگه ای رو گفته میتونم که فرض است که باید به مادر خود خدمت بکنه و کشورش هم همین قسم است. بعدی برادر ما کومنت گذاشتن، گفتن که این شخص یک بی‌سواد معلوم میشه. خب قسمی که هارون جان خودم معرفی کردن در مورد تحصیلاتشون هم گفتن، خب خیر مشکل نیست، دوباره از هارون جان در مورد تحصیلاتشون میپرسیم. خب هارون جان تحصیلاتون تا کدام حد است؟ تحصیلات و کجا رساندید؟ بازم بسیار زیاد تشکر، نظر نیک دادن برادر. ما فکر میکنم امی سطح تحصیلات انسان هیچ وقت با شعور، سطح شعور انسان مثلا ترازو نکنیم، میزان برابر نکنیم، به خاطر که این موضوعاتی هست که به شعور ذهنیت انسان برمیگردونه. به سطح تحصیلات، تحصیلات فقط میتونه که به انسان یک چشم دید، یعنی یک چیزی از انسان بر وجود ما ببخشه که ما از یک مسئله که مثلا ناگاه باشیم از او آگاه شیم، با خبر باشیم. و ما ضرور نمیبینیم که تحصیلات خود در اینجا، ما بیشتر بچه‌ش میام مثلا با بیننده ها تعریف کنم. خیلی مشکل است. نوریا جان کامنت بعدی. خب کامنت بعدی برادر ما گفتن که هر قومی که میخواهد باشد، هزاره، ازبیک، تاجیک، هر کس که به این وطن جفا کند این مردم را برنجاند، لعنت خدا به سرش باشد. خب ما به دعای دوست ما یا کامنتشان آمین نمیگیم، به خاطر که بدعا محسوب میشه و بدعا گناه است، خودش گناهی صغیر است. و اینقدر گفته میتونم که پیغمبر ما شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقتی که نفوس مسلمین کم بود، یعنی برشان رهبر نداشتن، رهبر جنگی، حضرت عمر فاروق یا ابو جهل در اون دور یکی از ظالمین دوره خود بودن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هیچ وقت نار مرود لعنت خود قرار نمیداد، هیچ وقت بدعا نمیکرد. به می اساس دست پیش خداوند بالا کرد و از خداوند هدایت خواست تا یکی از اونها را هدایت بده تا بتونه یک سرلشکر خوبتر و بهتر مثلا در همین جبهه خود داشته باشه. و ما هم هیچ وقت همین اشخاصی که ما و شما را جنگ مندازه یا که بین منافق اندازی میکنم نور مورد لعنت قرار نمیدیم. دوست عزیز فقط دعا میکنیم که خداوند او را مورد توفیق هدایت قرار بده. بس خلاص، سمو بینیم. خب کامنت بعدی حبیب الله نورزاده کامنت گذاشتن، گفتن دروغ است، این او شخص نیست. خب ما قسمی که در گزارش مردمی داشتیم و پسری که او رفتار ما با ما کرده بود و برنامه کامنت خانی قبلی را که گرفته بودیم، میگن اوش ای متفاوت است، این شخص با اون شخص بسیار فرق میکنه. خب هارون جان از زبان خود تا میشنویم که به برادرمون چی گفتنی داریم. خب راستش خواهر عزیز، من برنامه خود تانه بیشتر تعقیب میکردم. بعد از یکی واده سرخ داد، من خود چینل تانه که پیدا کردم، بعد از او اومدم مثلا تمام برنامه شما رو من بازدید کردم، دیدم و واقعا برنامه های جالب هم داشتین. از قبیلش مثلا برنامه بیرقتان بسیار یک برنامه اعلی بود، خیلی یک برنامه بود که مثلا هر شخصی که مثلا احساس نمیداشت سیلی رحمه در وجود از او پیاده میکرد. واقعا برنامه عالی بود و من همی کومنتارم بعضی میخوندم. خب بعد از پیش خود میخندیدم واقعا که وقتی که دیدم گفتم شاید که آله که شما به شما تماس گرفتین، گفتم شاید هم به خاطر همی باشه که بین همی سوی تفاهم رو برکنار بکنین که این همون شخصی هست. بله دوستا، من افتخار نمیکنم که من اون شخص هستم، مثلا این کدام قهرمانی نیست، اما متاسفانه بگویم و خوشبختانه بگویم من اون شخصیت هستم، هارون هستم، من ابوبکر اونجا ماسک زده بودم، موهای خودم این قسمی به می حالت مانده بودم. وقتی که باز در برنامه بعدی تان آمده بودم، اون وقت بسیار نامنظم بودم، خودم وقت شما رو پیدا کرده بودم، آمده بودم همی استایل مویم به طبیعت که بگویم دیگه قسم بود. به خاطر شاید مردم فکر کرده باشن این شخصیت نیست. دوستای عزیز
امید که سوی تفاهم شما هم رفع شده باشه. خب نوریا جان کامنت بعدی. خب کامنت بعدی است، برادر ما میلاد جان گفته من 23 سال عمر دارم که تا حال این تو روز نشده که من بین ما و دوستایم جنجال شده باشه یا سفید سیاهی کرده باشیم. گفته مثل یک برادر واری همیشه کنار هم بودیم و همیشه با هم بودیم و ما میخواییم که از دوستای ما که چی پشتون چی تاجیک چی هزاره است با هم یک جا باشین و شکرگزاری میکنیم که ما با دوستایم یک جا هستیم. زنده باشی میلاد جان. خب گفتنی خودت میشه به برادر ما داشته باشین. قربان و گفتارش صدقه زبانش ما هم دوستش دارم. بهترین کلام گفت. کامنت بعدی پری افغان کامنت گذاشتن، یک ضرب المثل است، میگن اگر به چشم خود بد میبینید به چشم دیگران نه. ما نگذاریم که هیچ کسی ما رو پارچه پارچه کنه، به امید خداوند موفق نمیشن. زنده باد همبستگی ما افغان ها. زنده باشی خواهر عزیز، سلامت باشی. کامنت بعدی نوریا جان. خب کامنت بعدی از برادر ما، برادر مسا، شما چینا رو به خاطر لایک و پول خوب دروغ میگین. این ابوبکر و اون ابوبکر فرق میکنه، یک نفر دیگر را به جای زوم میارین که تا برنامه تون جالب شوه. خب گفتنی ما شخصا، گفتنی ما به عزیز خواهر ما یا برادر ما که هست، اصلا ما برنامه را که مثلا این که ما گرفتیم یا میایه مهمان میگیریم بس خاطر لایک نیست، به خاطر پول نیست. اگه ما از خاطر پول می بود و از خاطر لایک و از خاطر دیگه چی، ما دیگه رقم برنامه هم جور کده میتونستیم. ما خواست برنامه ای را به طبق دل شما ما برنامه میسازیم. و آرون جان میشه نظرت بگویی که ما زیادتر کمنتار خواندیم میگن که شما دروغ میگین، او نیست یا او فرق میکنه، شما از خاطر پول و از خاطر برنامه ای که خوب شوه شما این کار کردین. ما یکانه چیزی که مثلا در وجود خود میبینیم هیچ وقت یک گپ یادم نمیره پیشتر، یک خواهر ما گفتین کومنت داده بود که بیاین از چشم خود دیگرها را ببینین، مثلا نه خوبش را ببینین اما بدش نه. و ما خیر از شما از خود گذاری نشان بدین، بیاین فقط همون کومنت های خوب بخونین و اصلا متوجه حرفا نشین، به خاطر که حرفا باعث میشه که انسان متاثر شوه، مثلا افسردگی بگیره. به نظر من فقط لبخند بزنین رد شوید. خدا کنه که دوست عزیز سوی تفاهم شما هم رفع شده باشه. ابوبکر جان همو آرون جان است که ما در برنامه خود داشتیم و امروزی برنامه را به خاطری گرفتیم که سوی تفاهم شما رفع شده باشه. اگر گفتنی آخرتان به دوستای عزیز ما بگوین آرون جان. همون مایک نیست. خب شما یعنی طرفدار عزیز است که طرفدار عزیز هستین که فرار کرده؟ ما طرفدار هیچ کس نیستم، فقط من از ملت خود پشتیبانی میکنم. این مربوط اینم کشور افغانستان میشه و هیچ ضرور نیست که شما این فامیل فاسد بگوین. کاملا امرتم جام چیکار میکنید؟ برادر چی میکنید؟ یک برنامه دیگه برنامه دیگه ساخت کنید برای شما. مشکلات جامعه شما را کی دای کوچه اول راه داده که آمدین برنامه ساخت کنید؟ صحیح گپ بزن برادر. چی میکنید؟ برادر چیکار میکنید؟ برست بیادیم چی کسو خیز که میکنیم خیر از قسم آشنا مولیم بازم ببخشین، یک معذرت خواهی از میکم بدهکار هستم، شما هم ببخشین. گفتنی خاص ندارم، فقط امی پیام هایی که وقتی که کومنت هایی که نظریات دوستار و مردم های عزیز خدا وقتی در این چینل تان دیدم واقعا خوش شدم. بعضی اشخاصی هم بودن که توهین کرده بودن، من گفتنی بر از اونا اصلا ندارم، فقط ای که اونا هم موفق سرفراز باشن، من حیث یک جوان، من حیث یک شهروند افغان در کشور. گفتنی من برای عزیزای ما، برای وطندارای ما ای است که همیشه متحد باشیم، نمانیم که بیگانه ها بیان ما را به بازی بگیرن و همراهی ما مثلا هر کاری که دلشان خواست با ما انجام بدن. نه خود ما به خود ما بسازیم، بهترین های خود ما باشیم دیگه، تمام موفق باشن. شما موفق باشین، زنده باشین. تشکر از اینکه به برنامه ما اومدی و همیشه گفتنی آخر داشتم. خب من میخوایم فقط من حیث گفتنی آخر ما به دوستای عزیز ما بگویم که ما کامنت ها را خواندیم. خب ما فقط تعدادی از کامنت ها را گرفتیم، خواستم به مردم عزیز ما که کامنت گذاشتن چیزی بگویم که فقط در یک چیزی که دیدین عجله قضاوت نکنید. خب شاید که هارون جان که او رفتار با ما کردن اصلا ما قابل بخشش بود، ما بخشیدیم چون او هم هموطن ماست.
خب ما بخشیدمش اصلا مشکلی نیست. خب میشه که هم روز چیز مشکل داشته باشه، اما دی بوده باشن نتونستن خود کنترل کنن بسی که ما یا سوال ازشان کردیم این واکنش به خود نشان داد. بله خود نمیتونیم که در یک برنامه ما اونا را قضاوت کنیم. در اصل هارون بسیار یک از وقتی دی دو برنامه ما کامل واقعا یک پسر خوب است. خب هارون جان چیز گفتنی داری که برنامه رو به تمام برسونیم؟ بسیار ببخشید، تشکر از اینکه وقت دادین. ما براتون پیشتر یادآوری کردم که من مستندساز هستم. ما به همین اساس ما مثلا یک چیزی نیست که ما را حمایت مثلا بکنه. ما از شما تقاضا می از خواستی می از که بعضی از طرح ها دارم، مستند ها دارم، اگه میره شما لطف بکنین از طریق چینلتون این را به نشر برسانین، به خاطر که سوژه های واقعا خوبی است که مردم یعنی مردم دعوت به طرف خوبی میکنن. و غیر از این اگه لطفا به ما بکنین بسیار زیاد خوش میشم. و غیر از این یک خواست دیگه هم از شما دارم. وقتی که امروز روزی که برنامه معذرت خواهی من آمده بودم پیش شما، بعدش که از اونجا رفتم من با خود چرت زدم، من میخواستم یک چیز براتون بگویم یادم رفته بود و حالا میخواهیم بگویم. اگه قبول بکنین خب بسیار زیاد خوش میشم. بازم به خاطر اینکه همی صمیمیت بیشتر شوه و دیگر امو رفتار کردار ما از یادتان بره، من شما رو به یک مهمانی دعوت میکنم. تمام دوستا و همی کسای از جمله کارمندایتان هم میخوایم یک روز یک شب هر وقت که شما مثلا وقت داشته باشین بیاین مهمان ما شوین و که این سوی تفاهم و این خار و جنگ ما از بین بره. سلامت باشی یارون جان، زنده باشی. و ما همیشه به برنامه گفتیم که ما همیشه نسل جوان حمایت میکنیم و همیشه چی خودت باشی، چی یک جوان دیگه باشه، چی کسی باشه که بخواهی که ما رو کمک کنیم یا بخواهی که ما دست به دست هم بتیم که مو افغانستان ما جور شه، وطن ما جور شه، به دنیا میارزه. و ما کوشش خدا میکنیم و با رئیس گپ میزنیم که انشالله تعالی وقتی که به همکارا گپ بزنن دقیقا بدون شک میپذیرن. و ما کوشش خدا میکنیم. و اونجا چی گفتنی داری میشه بگی؟ خب گفتنی خاصی ندارم. خب دوست عزیز تشکر که بیننده برنامه های ما هستین. شما از این بعد میتونین که به ما نظریات نیکتون هم بفرستین و همچنان در کنار زو لایک و کامنت سابسکرایب را فراموش نکنین. تا برنامه های بعد ما و نوریه جان شما به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.